در بخش نشر مستقیم برنامه از شما خواسته بودیم در مورد برخورد مقامات پاکستانی در برابر مهاجران افغان در پاکستان و چگونگی عملکرد ادارات سازمان ملل متحد در امر عودت مهاجران افغان به کشورشان نظریات خود را با ما در فیسبوک شریک بسازید. همکارم جیلا ناصری نظریات شما را مرور کرده و اکنون در استودیو با ما هستند. جیلا جان، در این مورد چی تبصره هایی داشتین و کدام موضوعات دیگر در ختم هفته بیشتر جالب بود؟ سیر جان سلام خدمت شما و بیننده عزیز، بخصوص دوستایی که اکنون برای ما را به طور زنده از فیسبوک تماشا میکنین. باز هم صدها کامنت در ارتباط با گزارش خبری امروز و موضوعات روز دیده میشه، اما برخی از بیننده ما در مورد موضوعی که شما پرسیده بودین نظرات مختلف را داشتن. از جمله احمد فرید فروتن نوشته کرده که پاکستان هرگز صادقانه در مقابل ادبای افغانستان گام بر نخواهد داشت. پاکستان در برابر مردم افغان خصمانه برخورد میکنه. بیننده دیگه به نام بشیر اوریاخیل نوشته کرده که کار سازمان ملل بر عودت مهاجرین افغان نه تنها بسنده نبوده، بلکه در مورد عودت مهاجرین افغان از اروپا و حل مشکلات افغان ها نیز ناکام شدند. اما در یفته موضوعات مختلف در صفحات اجتماعی با اوکرش ها همراه بوده، از جمله گزارشی از همکارم در مورد وضعیت زندگی ترجمان های افغان در امریکا در وبسایت صدای امریکا پرخواننده بود و در صفحات اجتماعی بیشتر شریک شده. ترجمان افغانی که یک چشم خود در جنگ از دست داده با مشکلات زیاد با آمدن به امریکا روبرو شده است. در میان موضوعات مورد بحث از افغانستان، نشست روسیه با کشورهای همسایه برای مذاکرات صلح در افغانستان باعث واکنش‌های زیاد در میان افغان‌ها شده. افراد از حضور روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های جهان در موضوع صلح افغانستان استقبال کردند. حامد کرزی در توییتر رسمی خود از روسیه به خاطر نشست صلح قدردانی کرده است. روز والنتاین عاشق در صفحات اجتماعی تجلیل شد. افغان‌ها هم عکس و پیام‌های مختلف گذاشتن و در میان ویدیو اشتهاری برای حمایت از حقوق بانوان که قربانی ازدواج‌های اجباری میشن پیام خاصی را در بر داشت که جوانان در برابر این ازدواج‌های سادگی کنند و نبگویند. و این ویدیو در صفحات اجتماعی بیشتر شریک شده و میلیون‌ها بار هم دیده شده است.